فرهنگ از کابل با ماست. اما آیا مسئولان تلویزیون انعکاس واقعا راه دیگری نداشتند که این تصمیم را گرفتند؟ خب رئیس تلویزیون گفته که این تصمیم را از بدلیل ناگزیری گرفته، دیگه هیچ راهی برش نمانده بود که تصمیم بگیره، بدل از اینکه پس از اینکه ملاله میوند کشته شد کماکان کارمندان زن رسانه به کارشان ادامه میدادن، گاه رخصتی بیشتر میگرفتن، اما پس از اینکه رفته گذشته سه کارمندشان کشته شد بسیار دشوار شدن برشان چی گونه ادامه بتن و گفتن که خب حالا مجبور هست، هیچ نهادهای امنیتی نتوانستن که حداقل جلوگیری بکنن از کشتن خبرنگار به ویژه خبرنگاران زن در ولایت ننگرهار که ولایت ننگرهار یکی از ولایت‌های ناامن افغانستان هستند. این تصمیم بسیار با واکنش های جدی رو برو شدن. نهادهای پشتبان رسانه های افغانستان گفتن که هیچ نهاد حق ندارن بدلیل به هر دلیل یا تهدید امنیتی یا دلیل دیگر نمیتونن زنان را از کار محروم بکنن و باید اقدام دیگر صورت بگیره، باید روی نیروهای امنیتی فشار وارد بشه. نیروهای امنیتی مکلف هستند که برای تأمین امنیت بکنن مردم را، شهروندان افغانستان به ویژه خبرنگاران و فعالان حقوق بشری و فعالان جامعه مدنی که بیشتر در ماه‌های پسین مورد تهدید هستند. خبرنگاران هم نگرانی کردند که اگر وضعیت این گونه پیدا بکنه ادامه پیدا بکنن هم گروه‌هایی که این گونه حمله ها را ادامه میتن بیشتر تشویق میشن، به هدفشان میرسن و از سوی دیگر نهادهای دولتی به ویژه نیروهای امنیتی هم به نحو شانه خالی میکنن و مسئولیتشان را تا آنچه که حالا انتقاد بر این است که هنوز مسئولیتشان را به گونه آنچنانی که هست ادا نکرده، به همین دلیل هست که هر روز خبرنگار در شهر کابل در هر گوشه افغانستان مورد هدف قرار میگیره. خب اقدام حکومت افغانستان چی بوده؟ حکومت بعد از کشته شدن سه کارمند این رسانه اعلام کرد که یکی از عوامل این ترور رو بازداشت کرده. خب حکومت در یک سال پسین بسیار اندک به چند مورد اعلام کردند که عاملان ترورهای هدفمند را بازداشت کردند. هرچند در موردی که در ننگرهار حکومت اعلام کرد که یک فرد را بازداشت کرده که دست داشتن به ترور سه کارمند تلویزیون انعکاس، اما باشندگان محل و خانواده های قربانیان گفتند که فرد را که حکومت میگه بازداشت کرده دست داشتن در رویداد، فردی هست که چند روز پیش حکومت اعلام کرد، پلیس ننگرهار اعلام کرد که در یک رویداد دیگری عامل بودن بازداشت کردن. به نحو حکومت تلاش میکنن که آنچه که انتقاد خانواده های قربانیان و فعالان جامعه مدنی هست که حکومت به نحو تلاش میکنن که چشم پوشی بکنن از رویداد و این نگرانی بیشتر به وجود آورده و خبرنگاران بیشتر به خودسانسوری و حتی به ترک افغانستان مجبور میشن. ممنون از توضیحات همکارم امان فرهنگ از کابل همراه ما بودیم.